سلام دوباره به عزیزان، من فرهناز هستم. به قسمت دوم برنامه خودشناسی و خوددرمانی خوش آمدید. امیدوارم که از دانلودی که در قسمت اول داده شد لذت برده باشید. من کمی صبر میکنم بقیه بیان روی خط. حالا میتونید سوالاتی که دارید بفرستید، بعد تمرین توپ رنگین کمان خواهیم داشت و توپ رنگین کمان هم برای همین مربوط به همین قضیه رها کردن وابستگی های ذهنی و احساسی. پول به کسی دادن پس نمیده، به کارمای قرض درمان بدید، به کارمایی که با خود شخص دارید درمان بدید و از خالق درخواست کنید که اونقدر به اون بلسینگ فراوانی و ثروت بده که اون بتونه به راحتی پول شما رو پس بده. کارمای قرض این هستش که شما پول قرض گرفتی از کسی و پس ندادی. این کارمای قرض هست. قسمتی از کارمای مادی میشه، ولی خب این بالخصوص کارمای قرضه. سلام مجدد به شما، مرسی از قلب‌های زیبا. خب برای سمبول‌ها کتاب خواب منو تهیه کنید. اسب سفید نماد آزادی و قدرت میتونه باشه. گاهی اوقات ممکنه نماد از روح بزرگ باشه. من روح بزرگم رو اولین بار مثل یک نماد اسب سفید دیدم. گاهی قد ممکنه بعد به حستون رجوع کنید. خیلی خوابها بستگی به حسی که تو خواب هست خیلی ربط داره. و توی برنامه دوشنبه گذشته راجع به خواب و قسمت‌های خواب صحبت کردم. اون برنامه رو نگاه کنید. آینده ایران آینده خوبی داره، ولی خیلی ربط به خود ما هم داره. انرژی ما در شرایط، همونطور که انرژی تو در زندگی خودت و خانوادت تأثیر داره، در کل اجتماع هم تأثیر داره. وقتشه که بیدار بشیم و تغییر روش بدیم و اینقدر ظاهربین نباشیم. آدم ما خیلی ظاهربین هستیم و باطن قضیه همیشه، من اینطور که تجربه کردم، 99% قضیه اوقات باطن قضیه کاملا برعکس ظاهر قضیه بوده. مثلا حتی توی زمینه ای که من فکر میکردم باید کسی رو ببخشم، متوجه شدم من تو عمر قبلی اینقدر پدرش رو در بودم که من باید تازه طلب بخشش بکنم. این خیلی چیزا برعکسه. باید بیدار بشیم، آگاه بشیم، یاد بگیریم اینقدر ظاهر بین نباشیم، خیرخواه باشیم، مهربان باشیم، صادق باشیم. مثلا ما میخوایم دیگران با ما صادق باشن، ولی ما خودمون دروغ میگیم. دروغ گفتن رو به بچه‌هامون هم یاد میدیم. شروع میشه از اینکه یکی زنگ میزنه بگو من نیستم. خب این دروغه، داری دروغ گفتن رو به بچه‌ت یاد میدی. ولی آینده خوبی ایران داره. ولی اینکه این مرحله‌ای که الان درش هستید به چه گونه میگذره خیلی ربط به خود ما داره. هر چقدر ما قلب‌هامون باز بشه و آگاه تر بشیم، این جریان و این تغییرات روانتر ایجاد میشه. عشق به خود، عشق به دیگران، عشق به مادر زمین، عشق به خالق، عشق به محیط زیست، باید عشق بورزیم. این کمک میکنه که این تغییرات روانتر ایجاد بشه. یه تغییر دیدگاهی که باید در ما ایجاد بشه اینه که به جای اینکه یه انگوش بکنی تقصیر اونه، تقصیر اونه، تقصیر اونه، تقصیر مامانمه، تقصیر بابامه، تقصیر رئیسمه، تقصیر دولته، تقصیر فلانه، باید یاد بگیری به خودت انگوش نشون بدی، خودت اون تغییری باشی که در جامعه میخوای. اگه هر کسی این کارو بکنه شرایط تغییر پیدا میکنه به راحتی. چرا برای وقتی برای دیگران دعا میکنم موثر میشه ولی هر دعایی برای خودم؟ آها، این همین قضیه
مانع بودن خودت میشه. این جواب دقیقا همین چیزیه که من امروز راجع به صحبت میکردم. افرادی که براشون دعا میکنی به خودشون اجازه دریافت میدن، تو خودت اجازه دریافت به خودت نمیدی. سلامی دوباره به شما، مرسی. چرا بدونی که بدونم از بعضی خوشم میاد از بعضی نه؟ این به خاطر حافظه روح درونته. روح درونت کاملا یادشه که تو عمر قبل با افراد چه رابطه ای داشتی. اون کسی که وقتی میبینیش حس خوب بهش داری، کسی که تو عمرهای قبل باش رابطه خوب داشتی. اون کسی هم که وقتی میبینیش حس خوبی بهش نداری، کسیه که تو عمرهای قبل باش رابطه خوبی نداشتی. همه اذیت کردیم. من خواب واضحی نمیبینم. این خیلی ربط داره به ارتعاش جسم که تو جلسه دو جلسه پیش بکنم راجبش صحبت کردم. ارتعاش جسم، بعد ارتعاش جسمتون رو بیارید بالا با مراقبه تغذیه درست، ورزش. برای باز شدن قلب امشب هرچی میشه درخواست بدید. چشم. اتفاقا تو کانال صبح بلسینگ دادم برای باز شدن قلب. برای باز شدن قلب. باز شدن قلب یه مقدار زمان میگیره چون مربوط به خیلی مسائل احساسی میشه و خیلی ربط داره به عشق به خود. یعنی شما وقتی که روی عشق به خود، دوست داشتن خود توجه بدی، داری کمک میکنی به باز شدن قلبت. لازمه باز شدن قلب اینه که خودت رو دوست داشته باشی، به خودت اعتماد بدی، به خودت رو لایق ببینی. وقتی هم به خودت بخشنده باشی، وقتی که این احساسات رو به خودت داشته باشی، با دیگران هم همان گونه خواهی بود. خیلی از مثلا پرخاشگریایی که افراد میکنن به خاطر اینکه دست خودش عصبانیه، دست خودش ناراحته و چون درونن ناراحته به دیگران هم پرخاشگری میکنه. اگر ما خودمون رو دوست داشته باشیم، به خودمون بخشنده و مهربان باشیم، با دیگران هم همان گونه خواهیم بود. یکی مهم، خودمون رو قضاوت نکنیم. دائم ما در حال قضاوتیم. اینجام اینجوریه، اینجام اینجوریه، نمیدونم. خیلی حتی زیاد به خودشون توهین میکنن. من خیلی زیاد میشم افراد که حتی به خودشون توهین میکنن، به خودشون بعد بیرا میگن. خب این خوب نیست، درست نیست، به شما کمک نمیکنه، به خودت امواج خوب نمیفرستی. اگر این عشق به خود رو یاد بگیریم، درس بزرگیه. خیلی از مسائلتون رو حل میکنه که یاد بگیریم خودمون رو دوست داشته باشیم. خیلی جالبه که چرا ما اینقدر عشق به خود برامون مسئله است. البته ریشش به خاطر نبخشیدنه، خطاهایی که کردیم و خودمون رو نبخشیدیم. این یکی از دلایلیه که خودمون رو دوست نداریم. قبل از درخواست از روح بزرگ، از فرشته نگهبانم درخواست کنم کمکم کنه خوابم یادم بمونه، خوبه؟ بله. نه، با هم اوکیه. چون این درخواست، اوکی، من همیشه میگم قبل از خواب یک درخواست بیشتر نمیدی، ولی اینجا شما داری درخواستت از روح بزرگت میدی و از فرشته نگهبان فقط کمک میخوای که دریافت کنی جواب رو و خواب یادت بمونه. این حالت اوکیه. این بالواقع خیلی دوتا درخواست حساب نمیشه. این اوکیه. چرا وقتی ما ماه گرفتگی شد، این کلمه نمیدونم چه، من بلند بلند میگفتم من نور هستم، باید به نور برم، بعد حس کردم خب این حسی بوده که در شما ایجاد شده. اینکه شما نور هستید و جزی از خالق هستید درست حقیقت داره. خود ماه گرفتگی میدونید که خب ربط داره به الائنمنت کره ها زمین، ماه و خورشید در یه الائنمنتی که قرار میگیره
باعث این ماه گرفتگی میشه یا کسوف های متفاوت دیگه. و در حالتی که در الاینمنت قرار میگیرن یه تغییر انرژی های ایجاد میشه که معمولا مثبته، همیشه مثبته. الان هم که در مسیر جهش انرژی هستیم، گاهی اوقات این الاینمنت ها کمک میکنه به این جهش های انرژی، کمک میکنه به بالا آمدن ارتعاش زمین. ارتعاش زمین که میاد بالا، برای افرادی که آمادگی تغییر دارن خیلی خوبه، حس خوب بهشون میده و کارهاشون رو روانتر میکنه. برای کسایی که آمادگی تغییر ندارن حس فشار میاره، که احساس میکنن انگار وزن بیشتر، انگار مسائلشون بیشتره یا وقت کمتری دارن. چون ارتعاش بالاتر تو رو اجبار میده به دفع انرژی های قدیمی، نمیتونی با اون انرژی قدیمی در ارتعاش بالا باشی. مثلا کسی که الان تو بعد 3 هست، در این جبهه هست، نمیتونه با این انرژی، با این ارتعاش، با این غلظت در بعد 5 قرار بگیره. حالا قبلا این بود که به مرور زمان وقت بیشتری داشتی برای این پروسس، الان وقت کمتری برای این پروسس هست، دیگه دل بخوای نیست. البته یه عده‌ای که اصلا آمادگی تغییر ندارن معمولا خروج میکنن و در تناسخ بعدی شرایط رو بر خودشون فراهم میکنن که بتونن این تغییر رو ایجاد کنن. ولی به نوعی دیگه دل بخوای نیست، این تغییر باید ایجاد بشه. کسایی هم که به خود آگاهن، هماهنگن به انرژی کارما، به قانون جذب، به مراقبه و اینجور چیزا آگاه هستن و به خود و به درست کاری بودن توجه میدن، این جهش انرژی بهشون خیلی کمک میکنه، احساس بهتری بهشون میده و کارهاشون رو روانتر میکنه، چون هماهنگن با این انرژی. همونطور هم که گفتم، کسایی که آمادگی ندارن حس خوبی بهشون نمیده، به نفعشونه، به نفعشون هست، چون داره بهشون کمک میده برای بیرون انداختن انرژی های قدیمی. مثل اینه که مثلا تو خونت زباله داری، حالشو نداری این زباله رو بندازی بیرون، بعد مثلا 2-3 روز، یه هفته که بمونه بوگندش هوا میشه، بعد خلاصه بلند میشی میندازیش بیرون. حالا شما تو یه هفته زمان نداری، تو همون روز که آشغالتو بعد روزانه بندازی بیرون. این تفاوت ارتعاش باعث میشه که تو همون روز اول خونت بوکند بگیره نه یه هفته دیگه. ارتعاش بالا یه همچه حالتی داره، یعنی اثر و انعکاس انرژی های قدیمی که بعد رها بشه رو بیشتر میبینی، بیشتر برات آشکار میشه. بیشتر نمیشه، بیشتر آشکار میشه، برای اینکه هدف اینه که قانون جذب تو رو به درونت آگاه میکنه، برای همین آشکارتر میشه. مثلا اون آشغالی که تو خونته، خود مقدار آشغال تغییر نمیکنه، ولی بوگندش تمام خونه رو میگیره. برای اینکه چی؟ بفهمی آشغال تو خونه هست، بعد آشغال بندازی بیرون. یه سری انرژی های قدیمی که باید دفع بشه با جهش انرژی زمین آشکارتر میشه، بیشتر میبینی و حسش میکنی، برای اینکه آگاه بشه که باید بندازش دور. برای درمان گفتگوی ذهنی چه باید کرد؟ ذکر بگید، شروع کنه به ذکر گفتن. ذکر گفتن بهترین راه هدایت و آرام کردن ذهنه. همه ذکرهایی که من در کانال تلگرامم پست کردم مفیده. روش استفاده از این دانلود رو توضیح بدین. کلن از تمام دانلود هایی که دریافت کردید شما میتونید استفاده کنید برای یه مقدار تغییراتی که میخواییم. خود دریافت دانلود بعد در شما تغییر ایجاد میکنه، یه تغییر ارتعاش در شما ایجاد میکنه.
تمام این دانلود هایی که دریافت کردید یک دریافتی دائمیه، یعنی مثل کد هست یا مثل یه توپای طلایی رنگه و از طرف خالق هست. از خالق تشکر کنید برای این دریافتی، چون خالق این هدیه رو به شما داده و هدیه دائمی هست که جزی از شما خواهد بود حتی در عمرهای آینده، و در عمرهای آینده به شما کمک میکنه، به ارتعاشتون در عمرهای آینده کمک میکنه، چون جزی از شما شده این دریافتی. به کل این دانلود ها، چون به مرور زمان ممکنه یادتون نباشه که چه دانلودی دریافت کردید، من به کل اینها میگم گنج الهی. به کل عناوین دانلود میگم گنج الهی. شما میتونید از این استفاده کنید برای باز شدن قلب. میتونید بگید از تمام، میتونیم تمرین انجام بدیم الان. کف پاتون روی زمین، ستون فقراتتون صاف. میتونید دو تا دستاتون رو زیر شکم بگذارید یا یه دستتون روی شکم، پایین شکم، یه دستتون روی سینه. بعد بگید سلام به تمام گنج های الهی درونم. احتمالش هست اگر در عمرهای قبل آگاه بودید، احتمالش هست گنج های الهی داشته باشید از عمرهای قبل. بر همین خوبه که بگید سلام به گنج، به تمام گنج های الهی درونم. سلام به تمام گنج های الهی درونم. از شما درخواست میکنم که به من کمک کنید قلبم رو باز کنم و عشق بیشتری دریافت کنم. سلام به تمام گنج های الهی درونم. از شما درخواست میکنم کمکم کنید قلبم باز بشه و عشق بیشتری دریافت کنم. بعد شروع میکنید به ذکر گفتن. به مدت زمانی که ذکر میگی این انرژی فعاله. میگید از تم به عنوان ذکر، میتونید بگید که گنج های الهی درون من قلب منو باز میکنه. گنج های الهی درونم 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 کمکم کن عشق بیشتری دریافت کنم. گنج های الهی درونم کمکم کن به خودم عشق بدم. گنج های الهی درونم قلب منو باز میکنه. 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 به همین سادگی.
به مدت زمانی که این ذکر رو میگید این انرژی فعاله و کمک میکنه که یه سری از موانعی که در چاکرای قلب هست رو ذوب میکنه. در اینی که شما ذکر میگید یه سری چیزایی که احساسی، کارما، هر چیزی که حالت مانع ایجاد کرده در چاکرای قلب رو شروع میکنه به ذوب کردن، به برطرف کردن. امیدوارم که حس خوبی به شما داده باشه. حس آروم و لطیفی داره. حالا بنا به حس خودتون ممکنه متفاوت ازش کنی، ولی برای خود من حس خیلی لطیفی داره. خب این هم از این سوال. گاهی اوقات اگر که ریشه یابی میکنید و جوابتون رو خوب درک نمیکنید، میتونید از فرشای نگهبانتون کمک بگیرید که کمکتون کنن درک کنید جواب رو، یا میتونید دوباره درخواست بدید، بگید که جواب رو به طوری به من نشون بده که من بتونم بهتر درکش کنم. سلام به شما، سلام به شما. احساس چرخش در سر موقع مراقبه که انگار وسط میدان مغناطیسی هستم به چه معنی است؟ شما تغییر انرژی رو حس کردی؟ با سرگیجه خیلی فرق داره. شما تغییر انرژی و چیزایی که داشته رها میشه داره حس کردید؟ چون همچه که گفتم وقتی که شما در مدت زمانی که ذکر میگی این انرژی در چاکرای قلب شما در حال پاکسازیه. یه سری چیزایی که احساس میکنی احساساتیه که رها میشه، یه سری ذهنیتاییه که رها میشه، به طور کل اون پاکسازیه که داره انجام میشه و شما اون پاکسازیه به نوع خود تجربه میکنی. بعضی ممکنه داغ بشن، بعضی ممکنه هیچی حس نکنن، بعضی ممکنه خود احساساتی بشن، برای به اون پاکسازی. برای مشکلات جسمی ریشیابی کنید از روح بزرگ که چه چیزی باعث پادردم شده. بعدم میتونید درخواست درمان بدید، بگید به اون چیزی که مانع سلامتی پا میشه درمان بده. از توپ رنگین کمان میتونید استفاده کنید، بگید که به من بلسینگ سلامتی بده، سلامتی جسمی، سلامتی پا، و من اعلام کردم در تلگرام که از این به بعد چهارشنبه ها، جمعه ها و یک شنبه ها من از کانال تلگرامم بلسینگ میفرستم برای بلسینگ سلامتی. خواب دیدید که کسی لباسات رو توی چاه انداخته. این یعنی اون کسی که تو خواب دیدی این کار کرده انرژیش در شما تأثیر داره. حالا این تأثیر انرژی میتونه این باشه که داره تو کارتون دخالت میکنه، یا میتونه مربوط باشه به کارمایی که با اون شخص دارید. اگه تو کلاس پاکسازی شرکت کنید بهتون کمک میکنه، ولی به نوعی انرژی اون شخص در شما و در رابطتون تأثیر داره. این کثیف شدن لباسا حالا بستگی داره که مثلا لباسایی که انداختی دور چه نوع لباسی بوده. مثلا اگه لباس قشنگ بوده این یعنی که این شخص اثر مثبت رو انرژی شما و روی شخصیت شما اثر مثبت نداره. اگه لباسایی که دور انداخته شده لباسای کثیف و کهنه بوده، این یعنی که دارید چیزای قدیمی رو رها میکنید. این جنبه مثبت داره، یعنی نوع لباسایی که دور انداخته شده پیام خواب رو تغییر میده. اگه لباسا زیبا هست که دور انداخته شده و کثیف شده، یعنی که در شخصیت و امور شما تاثیر خوبی نداره. اگه لباسا کثیف و کهنه و پاره پوره است که انداخته دور،
یعنی رها کردن انرژی های قدیمی و این مثبته. روح بزرگی هم میتونه بیماری هایی که درمان ندارن درمان بده؟ به نوعی بله، ولی همکاری خودت لازمه. یکی اینکه هر مشکل جسمی ریشه کارما ذهنی و احساسی داره. ریشه اگه تغییر کنه شرایط تغییر میکنه. مثلا خیلی وقتا مربوط میشه به عشق به خود. خب شما اگه به خودت اجازه دریافت عشق به خود بدی، بله قابل حله. روح بزرگ جزی از خود توه، بود آگاهتر برتر توه، ولی تسلط به تو نداره. تو رو نمیتونه مجبور بکنه خودتو دوست داشته باشی یا مجبور بکنه خودتو ببخشی. میتونه کمکت کنه ولی به تو تسلط نداره. فرمانده منم. یعنی من وقتی از روح بزرگم درخواست میدم، روح بزرگم قسمتی از آگاهتر خود من هست، ولی فرمانده منم، تصمیم گیرنده منم. اگه تو اصرار داری یه دردی رو رها نکنی، روح بزرگت بهت نمیتونه اجبار بده. اگه خودت بخوای رهاش کنی میتونه کمکت کنه. مثلا اگه یک شخصی رو باید ببخشی، روح بزرگت نمیتونه تو رو اجبار بده، ولی اگه خودت بخوای میتونه کمکت کنه. چند سال دیگه کره زمین و انسان به بعد 5 میرن. زمینه زده شده حدود سال 2030، همین حدوده 2030. حالا دیگه یه خورده این ور اون ور. کسی خیلی دلم رو شکسته. دیدگاهتو تغییر بده. آسیب دیدن یه دیدگاهه. هرچند که دردی که احساس میکنی، فکر میکنی خیلی واقعیه، ولی واقعی نیست. اگه دیدگاهتو تغییر بدی، دردت هم تغییر پیدا میکنه و رها میشه. این دیدگاه که کسی به من ظلم کرده یا به من آسیب داده، همش یه دیدگاهه. دیدگاهته که باعث میشه این گونه تجربه کنی. دیدگاه ها تغییر بده، شرایط و واکنش تغییر پیدا میکنه. دیدگاه مثل عینکیه که میزنی. مثلا شما عینک آفتابی که میزنی، وقتی میری بیرون همه چیز تیره تر نمود میده، درسته؟ دنیا تیره نیست، ولی چون تو عینک دودی زدی تیره نمود میده. عینکت که برداری همه چیز روشن میشه. این مثل دیدگاهه. عینک دودی، حالا بعض وقتا مثلا این عینکایی که به دیدگاه قوی صورتی قشنگ زیباست، بعض وقتا سیاهه. این عینک دیدگاهت رو باید تغییر بدی، همه چیز تغییر میکنه. متشکرم، مرسی. شما هم عزیزی. عدد 3 میتونه به این اعداد تو کتاب خواب من هست. یعنی درخواست آگاهی بدید. تخم مرغ نمادی هست از استعداد در یک زمینه یا بذری در یک زمینه. اگر که این خراب بوده، یعنی که زمینه برای رشد بوده، ولی چون بهش توجه ندادید اون پتانسیال از بین رفته. زمینه برای تغییر و رشد بوده، ولی چون بهش توجه کافی ندادی اون فرصت از دست رفته. کجایی هستی؟ من در کالیفرنیا هستم. من در امریکا، در کالیفرنیا هستم. استرس ایرانی الان خیلی زیاده. برای کاهش استرس و استرس اقتصادی چه کنیم؟ یکی اینکه بهش فکر نکنید. این بهترین راهه. بهش فکر نکنید. دیگر اینکه راجبش زیاد صحبت نکنید. این تغییراتیه که در کل زمین داره به وجود میاد، نه فقط در ایران. الان شرایط اقتصادی در خود امریکا خیلی مناسب نیست.
و این تغییرات کل زمینه. اینو باید به خودتون یادآوری کنید که این فقط در ایران نیست. این یه مقدار ممکنه کمک بکنه. چون خیلی ها فکر میکنن فقط تو ایران این داستان ها هست. ولی اینطور نیست. الان تو خود امریکا میزان افرادی که بی خانمانن، خوناشون رو از دست دادن و به خاطر که اجاره هاشون رو نمیتونن بدن یا قصه خونشون رو نمیتونستن بدن خیلی بالاست. ولی اینجا راجبش صحبت نمیشه، آشکارش نمیکنن، ولی دیده میشه، خیلی زیاد قابل دیده که مسائل بزرگی هست. منتها خب دولت امریکا خیلی ظاهر سازی میکنه، همش نمود میده همه چی خوبه، اوضاع بهتره، کار بیشتر شده، ولی ظاهر سازی زیاد میکنن. مثلا اول کریسمس شروع میکنن که تعداد بیکاری کم شده اوضاع بهتره، ولی همش کاذبه، ظاهرسازیه. چون میخوان مردم رو آرام نگه دارن که مردم پنیک نکنن و ظاهرسازی میکنن، ولی یک سری مسائل اساسی خود این امریکا داره. بنابراین اینکه این تغییرات باید به وجود بیاد. این سیستم اقتصادی که الان در جهان هست، نه فقط در ایران، در کل جهان هست، دیگه کاربرد نداره چون عدالت درش نیست. یه مثال، مثلا اینجا حالا تورم در ایران مثلا روی چیزای دیگه است، اینجا تو امریکا تورم روی قیمت بنزینه و موقعی که حداقل حقوق بیشتر میکنن. مثلا مردم اعتراض میکنن که ما حقوق کم داریم، خب میان حداقل، چون اینجا مثلا بعضیا که ساعتی حقوق میگیرن یه حداقل حقوق هست که یعنی کسی کمتر از این نمیتونه حقوق بده. خب اینا میان برای رضایت مردم حداقل حقوق بیشتر میکنن، ولی بعد همه چی گرون میشه دوباره. خب چه فایده این؟ پس یعنی این کار اصلا ظاهرسازی عدالتی هم درش نیست، چون به ظاهر مثلا میخوان مردم رو دلخوش کنن که خب حالا تو مثلا حقوق بیشتری میتونی بگیری، ولی وقتی که بنزین و غذا و همه چی میره بالا چه فرقی میکنه؟ اون اضافه حقوقی که بهت میدن دیگه فایده نداره، تأثیری نداره، چون همه چی، اجاره ها، همه چی میره بالا. اینجا همین مسائل رو داره. مثلا حقوق بازنشستگی که یه شخص میگیره اصلا جوابگوی اجاره نیست. حقوق بازنشستگی یه شخص حدود 800-900 دلاره، ولی اجاره یک خوابه اینجا در کالیفرنیا اوریج 1500 دلاره. اصلا هماهنگی نداره. حالا افراد راجب این چیزا صحبت میکنن در ایران، البته من دوست ندارم راجب این چیزا صحبت کنم، ولی دلیلی که دارم الان میگم برای اینه که آگاه باشید که این مسئله فقط در ایران نیست. و چون خیلی ها این دیدگاه ها دارن که ایران بدتر اینجاست، ایران مثلا فلانه، و این خودش یه فشار ذهنی روحی ایجاد میکنه، چون فکر میکنی فقط تو ایران این اتفاقات داره میفته، ولی اینطور نیست. الان کل کره زمین، تمام کشورها در این تصویرات هستن. و چون سیستم اقتصادی که فعلا هست و از خیلی قدیم بوده درش عدالت نیست، باید تغییر پیدا کنه. از اونجایی که ما آدم ها خیلی همکاری با تغییر نداریم، یعنی طبیعتا خیلی اوقات سعی میکنیم مانع تغییر بشیم حتی اگر به نفع خودمونه، چه اتفاقی میفته؟ مثلا تو زندگی خودت اگه یه تغییر لازمه ولی تو اقدام نمی کنی، اون شرایط شدت پیدا میکنه. مثلا اگه یه شوهری داری که باید بدرفتاری میکنه، تو هیچی نمیگی، این شرایط بدتر میشه، اون بیشتر پرخوشگری میکنه، بیشتر اذیتت میکنه، بیشتر به زوم. چرا؟ که تو یه زمانی بگی بسه دیگه، بلنشی سر جاد وایسی بگی که من نیستم دیگه، من رفتم آقا. یعنی اقدام کنی، رو پاد وایسی، یه کاری بکنی، یه حرکتی بکنی. هر اون چیزی که انکار میکنی شدت پیدا میکنه. اگه با تغییر همکاری نداشته باشی شدت پیدا میکنه. امور اقتصادی هم همینه. تغییراتی باید به وجود بیاد برای عدالت، ولی خیلی ها همکاری نمیکنن. خود افرادی که به این سیستم عادت کردن، کسایی که این سیستم به نفعشونه، میخوان این سیستم رو نگه دارن، مقاومت دارن میکنن با تغییر. وقتی انکار میکنی چی میشه؟ شدت پیدا میکنه.
الان هم این قضیه است، عده‌ای با این تغییرات همکاری ندارن و باعث میشه شرایط شدت پیدا کنه. شدتش برای اینه که تغییر ایجاد بشه. الان دیگه انتخابی نیست، انتخاب ما در نوع تغییره، در مرحله تغییر این انتخابه. یعنی در خود تغییر انتخاب نداری، این تغییر باید به وجود بیاد، این امر خالقه که باید اوضاع بهتر بشه و به بعد 5 بریم، چون به بعد 5 رفتن یعنی اوضاع بهتر شدن. حالا اینکه تو میخوای تو این مرحله جیغ و داد بکنی و دست پا بزنی بگی نه من نمیخوام، انتخاب تو هست، ولی این تغییر اتفاق میفته. خود تغییر دیگه دل بخوای نیست، ولی اینکه این جاده رو تو میخوای با گریه و دست پا طی کنی یا با آگاهی و آرامش، این انتخاب توه، ولی این مسیر باید طی بشه، دیگه دل بخوای نیست. انتخابت فقط در نحوه گذروندن این مرحله است. حالا از اونجایی که همکاری نیست، البته عده‌ای هستن، عده‌ای یه تغییرات خیلی خوبی من دارم میبینم برای عده‌ای که واقعا عدالت رو در امور رعایت میکنن. و خیلی جالبه اگه دقت بدید، توجه بدید، خالق بسیار هوشمنده. یه کسی یه چیزی پست کرده بود، یکی از افراد یه چیزی پست کرده بود در مورد یکی از، حالا نمیدونم صحبتشو بکنم مناسبه یا نه، یکی از، حالا کسی دیگر رو میگم، اون شخص اسم نمیبرم، یک رئیس جمهور کجا، تاجیکستان، نمیدونم اسمش اگه درست بگم، یه کسی که رهبر یه کشوری هست، حالا اسمشون رو یادم نیست دقیقا، و ایشون یه سری قوانینی برای کشور خودش گذاشته که بسیار در مسیر نوره. مثلا یکی از قوانینی که گذاشته اینه که دین به بچه‌ها تحمیل نشه تا سن 18 سالگی که خودش بتونه انتخاب کنه. این بسیار قانونی در مسیر نوره. و وقتی یک کشور عدالتمند میشه و یک رهبر آگاه و عدالتمند پیدا میکنه، ارتعاش اون کشور در محیط کل تأثیر داره. الان مثلا آلمان یکی از کشورهایی که خیلی آگاهتر داره برخورد میکنه نسبت به تاریخی که داشتن، الان داره آگاهتر برخورد میکنه، قلبهای بازتری دارن، یا هلند قلبهای بازتری دارن. اینها ارتعاش این کشورها روی محیط ها کشور دیگه هم تأثیر داره. برای همین وقتی یه اتفاق خوب در یک کشور میفته و تغییر و عدالتمندی رو من میبینم، بسیار باعث خوشحالی من میشه، چون این نشون میده بیدار شدن. و هر محیطی، هر کشوری هم این بیداری درش ایجاد بشه، به ایران و کشورهای دیگه هم منفعت میده. یکی از رهبرهای دیگه شنیدم که قربانی کردن گوسفند رو ممنوع کرده و به جاش هر کسی باید درخت بکاره. این واقعا در مسیر نور این درخواست که خونریزی و کشتار قطع ممنوع، به جاش درخت بکاریم. رشد آگاهی، این بسیار باعث خوشنودی من بود، چون نشون میده بیداری و درخشیدن نور بیشتر در کره زمین. در هر جهت امیدوار باشید همیشه، تا خالق هست امید هست.